صحنه چون که من نزدیک بودم حالا چیزی ندیدم، باید ببینیم خطا بوده. من حالا پشت 18 قدم بودم، مثلا هیچ خطایی قبل قاسم انجام نداد. حالا بعدم تشخیص آقای داور و آقای داورم گفتن که هول دادم. حالا دیگه مونده تو تلویزیون ببینیم واقعا خطا بوده یا نه. ما درست بازی رو بردیم، ولی خب متاسفانه شما ببینید هم گل نیمه اول ما 100% درست بود و هم قشنگ مشخص بود دو دست داده توپو. ببینید اگر داور زاویه چجوری باشه نتونه تشخیص بده، لنکیپرش باید کمکش کنه. خب اون برای چی اونجا واسده؟ خب شما یه تیمی که میره زحمت میکشه، کار میکنه، تمرین میکنه، پول خرج میکنه، خب بیان اینجوری حقشو بخورن. بالا ما نمیدونیم چی بگیم، خدا کنه که غرض نداشته باشن، اشتباه بکنن. آره پروین، در مجموع از کدوم بازیکناتون بیشتر راضی بودید؟ همه بچه‌هامون نیمه اول خیلی بد بودیم، ولی نیمه دوم همه بچه‌هامون خوب کار کردن. ان شاء الله. و وضعیت کاویانپور یه چی فعلا هست؟ و بالاخره حسن ختام این برنامه، حالا قبل از اون که جدول مربوط به لیگ رو پخش کنیم و گل زنان رو، داوری بازی پرسپولیس و پیکان هست. تصویرش که آماده باشه جناب سیار هم تصویر صحبت خواهند کرد. خب سر این گلی است که پرسپولیس یا پیروزی به ثمر رسوند، این گل پذیرفته نشد، آیا خطایی بود یا نه؟ اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد که تو این صحنه سری، هیچ اتفاقی نیفتاد که بازیکن تصور کرده باشه مثلا بازیکن رو هل داد، یه ضربه کنه و اون بلند شد تو با سر زد تو گل. از اون زاویه بازم همونطوره. کی که رو هل داد اینجا اصلا؟ ها بازیکن آقای عبدالقاسمی که ضربه سر میزه، بس خطای اصلا نمیده. اصلا یه حرکت کاملا عادی کورنری که یه بازیکن، تازه بازیکن سفیده که دستش بازه تو سینه بازیکن قرمز پوشه. ببینید؟ میبینید؟ بله. یعنی اگر کسی هم هل داد اون بازیکن سفید پوشه که دست چپش تو سینه بازیکن قرمز پوشه، یه گل 100% درسته. پس صحنه بهش فرض خطا نبوده، این گل بعد شما کاملا صحیح بود. بله. بله. این همون صحنه است که حالا این صحنه بازیکن تیم پیروزی تعادلش به خود در محوطه جریمه، آیا اینجا خطا اتفاق افتاد یا نه؟ من به نظرم بازیکن سفیدپوش باز پای بازیکن رو زد. ببینید؟ ببینید؟ این 100% یه پنالتیه. پس صحنه هم برقید شما ایستان؟ بله، این 100% یه پنالتی. داور کجاست که متاسفانه صحنه رو به این واضحی رو نمی‌بینه؟ اصلا کاملا اون شخصی هر دو تا پای بازیکن قرمز پوشه حتی میزنه با پای راستش و پای چپش، با پای چپش باز ضربه رو وارد میکنه و این صحنه هم یک پنالتی بود. این صحنه پنالتی پنالتی گرفته نشده؟ نه خیر. این صحنه رو ما تصویر عادیشو با هم ببینیم، برای صحبتی هم شده اونم میشنویم بعد خدمت خواهیم. خب اون چی که من الان دیدم این بازیکن صحبت ببینیم. بله. حالا اونجا تو با دست زدی. بله. خب بعد خود سعید لطفی هم اقرار کرد تو با دست زد. آیا این اتفاق افتاد یا نه؟ این داورم که خب نزدیکه آقای رحیم مقدم. ببینید من شما که گفتید لطفا یک کمی صبر کنید، من خواستم بگم این بازیکن با دست پرید که بالا پرید برای که توپو بزنه. بعضی وقتا بازیکن سعی داره توپو بزنه ولی به توپ نمیرسه، ولی این مسیر توپو عوض کرد، معلومه که توپو زده. یعنی اقدام به هند هند نیست اگر قادر نباشه توپو بگیره. یعنی یه بازیکن توی دروازه گاه شیرجه میره توپو با دست بگیره یه بک، ولی نمیرسه تو، میره تو گل. گله. ولی بعضی وقتا بازیکن میخواد تو با دست بزنه و میزنه، این توپو زد با دست. این هم یه پنالتیه. پنالتیه. بله. بعد بازیکن جریمه شخصی هم باید برش در نظر گرفته میشد. به نظر من چون معلوم نیست که اون 100% گل بشه، زیر پای بازیکن میشه، یه اخطار حتما داره برای اینکه اصلا به هر شانس و گل وجود داره. این نکته حالا آقای رحیم مقدم به هر زبان خوب ما هستن، چندین بازی خوب رو هم قضاوت کردم، در این صحنه خیلی نزدیک بودم به این صحنه که اتفاق افتاد. تو نیست؟ چرا متاسفانه من بگم آقای رحیم مقدم، با اینکه من چندین بازیش رو دیدم و بسیارم از بازیش به هر حال رضایت داشتم در تصمیم گیری هاش، در دوندگی هاش، ولی به نظر میاد که یک داور وقتی اینقدر به صحنه نزدیکه، وقتی توپ رو حواس پای بازیکنه که نباید نگاه کنه، باید اونجا نگاه بکنه که هست. امکان اتفاق میفته دیگه. این بازیکن وقت در زمین کمک داور هم مثلا تا... یعنی اینجا ما باید با آقای علی پروین بگیم که واقعا اون چی که گفت درست گفت. کمک داور 100% میکنه. اصلا فرض میکنیم داور به دلایل مختلفی یک لحظه نمیتونه ثمر ببینه، ولی این ثمر کمک داور که باید دقیقاً اونجا نگاه کنه. بله، نه توضیحات شما در مورد داوری این دیده. ببینیم جدول لیگ در پایان این هفته چه ترتیبی